استادم دیگه به احترام اون بچه های قدیمی نوستالژی های خودم اومدیم این هفته اول هفته رو با یه ویدیو انگیزشی انگیزه کنم و مال انگیزه دادن نیستیم، ما خودمون نیاز به انگیزه داریم. اومدم که یه سری حرف حرفایی دیگه همه تو خودتون میدونی دردتون بزنم کیفشو بکنید، کیف که نداره درد داره این حرف رو بریم سراغ خوش بلش کن. زیاد دارم حرف بزنم، ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم زدن 6 7 تا 20 تا 200 تا کامنت بذار من که همه رو جواب میدم. چرا کامنت نمیذاری بابا؟ من کامنت داره جواب میدم، همه رو کامنت بذار، یه دونه تو از هر چند تا دلت میخواد کامنت بذار، نه کنتور میندازه نه چیزی. بده بره بابا، دمت گرم، خدا وکیلی. ای بابا فنگه چنل رو ساب کن، عشق منی، عشق عشق چنل سابسکرایب کن، نوتیفیکیشن هم زنگوله رو بذار رو آل که هرچی ویدیو میاد راحت ببینی و عشقشو ببریم. بابا آماده ای؟ خب ببینم ات. خیلی وقت هم بود از هم دیگه دور شده بودیم، چه خبر ها؟ یه تایم زیادی بود که خودم هم حتی نیاز به آرامش داشتم، یعنی دوست داشتم که کسی باشه و به هم آرامش بده. ولی خب از اونجا که من کسی رو نداشتم مجبور شدم که خودم به خودم آرامش بدم، یعنی دقیقا به این باور رسیدم که هیچ کس جز خودم نمیتونه حال خودم رو خوب کنه. اونایی که درونگران متوجه این قضیه میشن. خیلی سخت برای ما این که بتونیم حرفامونو خیلی راحت بزنیم و خالی بشیم، به خاطر همین تنها کسی که میتونه کمکمون بکنه خودمونیم. برای همه بودم آقا چقدر کامنت میومد بچه ها که میگفتن چرا نمیایی، چرا شروع نمیکنی دوباره، این یه هفته چین اسباب کشید، چرا انقدر طول کشید. آره واقعا قبول دارم، ولی واقعا نیاز داشتم بهش. و یه جایی بودی گفتم همون سجاد داری سوخت میدی یا وایسی مالیدی، و از همون جا بود که من دیگه گفتم چی تمومه، باید باشم و کار رو را بندازم. یه اگه اشتباه نکنم از اول اردی بهش قبل ایدی همه کاراش کردم، بعد از اون دیگه شروع کردم استارتش رو زدم و تا به الان خدا رو شکر تنموز هم داریم ویدیو رو میرسونیم. از هم مهمتر این که قضیه اینطوری بود که من پارسال انقدر خودم رو درگیر کار کرده بودم که از شنبه تا خود جمعه روزی 12-13 ساعت کار میکردم. من برای چی یه جوان تو این سن باید انقدر کار کنم؟ تو یه جوان برای چی باید تو این سن انقدر کار کنی؟ بابا ول کن، من قراره چقدر زندگی کنی؟ من تو میدونی تو کی زندگی میخوای انقدر کار کنی؟ میگم کار نکن، کار بکن، ولی به اندازه. من تو این سن الان کمر درد دارم، آره شب باورت نشه میام اینجا میشینم بر تو بیتو، ولی کمر درد دارم، گردن درد دارم، اینا همش هست. نکن عزیز من، به خدا جای در نمیاد اینکه تو روزی 12-13 ساعت بخوای کار کنی. کار بکن ولی درست و به اندازه، همونقدر که کار میکنی همونقدر برای خودت وقت بذار. خودت از همه چیز مهمتری، اینو چند بار من گفتم. چیزی که من بهش رسیدم، هیچ کس به جز خودت نمیتونه کمکت کنه. تو 12 ساعت کار میکنی، کسی نمیاد کمکت بکنه، خودتی و خودت باید کارتو انجام بدی، هر چقدر هم که هم کار داشته باشی. نه اونا فقط این سری افرادن که در روز برای تو میبینیشون و میان کارشون انجام میدن میرن. واقعا من خیلی بد خودم رو درگیر کار کرده بودم. من شبا کمتر از 11-12 نمیومدم خونه،
پولشو گرفتم ولی به چه قیمتی؟ همش رفت. از اون پول چی مون بر من؟ همش میره. یعنی تو هرچی دادی، یعنی اینطوری هم ازش هرچی بیشتر پول بگیری بیشتر خرج میکنی. فکر نکن حالا 4 تومن 5 تومن مثلا 1 تومن ماهانه بگیری. نه، اونی که 1 تومن رو میگیره تو همون یه ماه یه هفته اول خرج میکنه، قطعا 4 تومن میگیره تو همون یه هفته اول هم پتانسیلش داره خرج کنه. میگن هوشمندانه کار کنی، تکس انگیزشی هست. هوشمندانه کار کردن اینه که، یعنی حالا این که نه، ولی یه جمله دیگه ازش که میگه یه طوری کار کن که هم ورزشت باشه هم زندگیت باشه هم بعد پول ساز باشه، همچی چیزی. این حرف خیلی قشنگه. آقا تو کار بکن، نمیگیم کار نکن، ولی به اندازه. من الان کارمو خیلی کمش کردم، به 3 روز رسوندمش. حتی خیلی خوبه برای من. 3 روز طرف تو کار میکنم، بقیه روزم هم ویدیوها رو برای شما میگیرم. الان بعد چه دلیلی باعث شده که من تونستم ویدیوها رو برای شما برسونم؟ اینکه از حجم کاریم کم کردم. دی ولش گفتم گوره باباش، بابا یا پول نمیاد یا بیادم به اندازش خدا میرسونه. اونه که اون بالاست خوب چیده برات، مطمئن باش به قدری خوب چیده که برگات میریزه، یعنی برگ ریزونی کلن. خیلی قبولش دارم، میرسونه برات. هر طوری شده هر طوری شده. این تو همون لحظه ای که دقیقا میگی دیگه تمومه، یعنی بدتر از این نداریم، ولی همونجا یهو بشینو میزنه، میگه نه امید نشه، منو از بابا سوده بخوای نه امید بشی. میدونم خسته ای از سر کارم اومدیم، البته بیشتر تو بکنم امتحان داشتین، امتحان دادین یا فردا امتحان دارین. اینو مطمئن باش هر چقدر که تلاش کرده باشی همونقدر جوابش رو میگیری، بعضا بیشتر چون جای دیگه تلاش کرده بهت میرسه. حتی مطمئنم که به تو میرسه، چون تو کسی از دیگه بی دلیل به دنیا نیومدی، حتما هدفی بود از به دنیا آمدن. تو آدم بی دلیلی نیستی و واقعا من به شخص از تمامی جوانانی که در این سرزمین، ببخشید، من واقعا ایران رو دوست دارم، ولی دولتشو نه. چیزی که الان رزگار واقعا خوب نیست، خودشم میدونه، ولی جوانایی که تو این وضعیت ایران با این دولت دارن زندگی میکنن، کار میکنن و برای هدفاشون تلاش میکنن، خیلی قابل ستایشن برای من. یعنی من یه جوانی که میبینم واقعا داره با دل و جون کار میکنه، خیلی برام قابل احترامه. خیلی خیلی برام از اون کسی که 70-80 ساله داره کار میکنه قابل احترامه. احترام اون به جاشا نمیگم بی احترام میکنم، ولی این بیشتر برام قابل احترامه، چون اون تو زمان خودش کاراشو کرده، هر کاری دلش خواسته کرده، اشغالاشو کرده. ولی ما چرا از سنی که باید اشغال کنیم افتادیم تو تایم کار؟ برای چی؟ برای اینکه بدونیم حداقلش 10 سال دیگه یه زندگیه متوسط، هم نه یه زندگی پایین داشته باشیم، پایین خوب، پایین خوب. واقعا دمت گرم، واقعا دم تو گرم، دم خودم گرم که تو این وضعیت واقعا حقیقت بخوام بگم کار هر کسی نیست، کار هر کسی نیست. من با افراد زیادی مواجه میشم تو کلینیک که کار میکنیم، هر هفته کارآموزای جدیدی میان، ما همشون هم صحبت میکنیم، میگیم چی کار میخوای بکنی، اصلا برای چی اومدی کار. یه سری هم میگن اصلا همینطوری تو خونه بیکار بودم بودم شدم اومدم. این بشر قطعا به جایی نمیرسه، نه اینکه نرسه و شادی و وسط کار استارتشو بزن، ولی اینکه تو خونه بودم بیکار بودم یا اومدم، نه. از این بشر یه سری هم میان
جالبه، میگیم آقای جوهر میخوام مهاجرت کنم، پولشو آره دیگه هست، خوشا به سعادت دیگه پولشو داری، ما هایی هم که دقل تو این زمان خواهیم مهاجرت کنیم، فقط پولی که کمک اون میکنه دیگه، تو مدرک تحصیلیش هم اونم پول میخواد بخوای بورسیه بشی، خیلی سخته. ولی واقعا دم تو گرم، به طاقت میاری تو این شرایط، واقعا از چی پدر مادر میاد میگه، نمیگه من پدر مادر چیزن، ولی پدر مادر میاد میگه نکن مثلا من بابام، یعنی بهت میگم هفته ای به من نشده 10-15 بار بگه این گوشی براتون اونو آب نمیشه، یواش یواش اینو بهش ثابت میکنم که چرا اگه درست استفاده بشه میشه. پدر مادر حرفایی که میزنن از سر دل سوزیه، به دل نگیر بچه، چون بعضی واقعا دیدم که میگم ناراحتن حتی از به میگن این گیرو به میدون، نه پدر مادر صلاحی تو رو میخواد، شاید یه سری چیزها رو ندونه، ولی اگه واقعا براشون توضیح بدی درست حسابی، فقط یه ذره از ریسکش میترسن که آقا یه وقت بری توشون نشه و بعد داغون بشی، دوست ندارن داغون شدن تو ببینن. خلاصه که واقعا دمت گرم که تو این شرایط اینه یه بوگاتی 16 سیلن داری کار میکنی، دمت گرم واقعا. بکنم دیگه زیاد دارم من برمیرم، یه سری اوتات صدای ریش خوبه بیا آقا. عشق منی ببین، به من که هیچی به تو 100 برابر میرسه، میدونم که میرسه. امشب یه حال خوبی داشتم، چون هم یکی بچه حالش بد بود کمکش کردیم، رفتن دعواش کردم اوکی شد، و اینکه نشسته بودم 3 تا ویدیو آخر کامنتاشو داشتم میخوندم، ویدیوهاتون رو نوشتم تو دفتر، نوشتم یه 7-8 ویدیو شده، امشب باید همش رو ثبت کنم که برسه برای هفته های بعدی. و اینکه واقعا عاشقتونم، چی بگم، من خاک باتونم. هرچند 865 نفر بودیم، الان که دارم ثبت میکنم 865 نفر بودیم، عشق نمتون جاتون اینجاست، اینجا جا برای همه هست، جا برای همه هست. من خاکتونم، هرچی دارم از شما دارم، عشق منید. هر چقدر که از شما به من میرسه مطمئن باشید 100 برابرش به شما اوزگره میرسونه. برید دیگه دارم زیاده حرف بزنم. عشق منید، شبتون بخیر.